در قریه شهران ولسوالی خاش بدخشان متولد شد. مکتب را تمام کرد، وارد دانشگاه شد. سال سوم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل بود که با گرفتن بورسیه برای ادامه درس به آمریکا رفت. لیسانس را از دانشگاه هاوایی در رشته انسانشناسی به دست آورد. او پس از تدریس در دانشگاه‌های متعدد آمریکا در 28 سال گذشته کرسی پروفسوری دانشگاه ایندیانا را دارد. در کنار آن ریاست بخش زبان و فرهنگ شرق میانه و در کنار آن بیش از 10 سال مدیریت برنامه‌های مطالعات اسلامی را به عهده دارد. او پروفسور محمد نظیف الله شهرانی است. استاد، بسیار زیاد تشکر از فرصتی که به ما دادین. بسیار تشکر از شما خانم فروتن، افتخار بخشیدین. خواهش می‌کنم. یکی امروز برخی از تحلیلگران و سیاستگران در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان جنگ آمریکا را به خاطر رسیدن به صلح افغانستان ناکام می‌دانند بعد از 17 سال. به نظرتان دلیلش چیست؟ خب دلیلش بسیار چیزی ساده است. من فکر می‌کنم متأسفانه کوتاهی، من فکر می‌کنم به صورت عموم از همکارای داخلی افغانستانشان هست تا خودی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها ببینین 1 تریلیون دلار در اینجا مصرف کردن در جنگ و 100 میلیارد دلار هم روی مسائل بازسازی اینا به مصرف رساندن و در یک مقطعی بود که 120 هزار بیشتر عساکر آمریکایی در داخلی کشور بود. جنگ کردن، اما او چیزی که یعنی باعث ناکامی اونا و باعث ناکامی کشور شد سیاست‌های داخلی خودی افغانای ما بود که اینا همیشه او چیزی که ازشان توقع می‌رفت و چیزی که مردم آرزو داشت نتونستن او را انجام بدن. مثلا یک حکومتی بهتر، یک حکومتی که خدمتگار مردم و جامعه بوده باشه، یک حکومتی که فقر مثلا کمتر بسازه و مردم اجازه بدن در مسائل سیاسی خود خودشان حصه بگیرن، اداره کشور را به دست خودشان بگیرن، در اداره اما محلات خودشان حق داشته باشن. هیچ چیزی از اینا چی نشد، قبول نشد و به مرجع عمل قرار داده نشد و یکی از بزرگترین مشکلاتی داخلی افغانستان قانون اساسی بود که در سال 2004 او چی شد، یعنی تکمیل شد و رئیس جمهور کرزی او را امضا کردن و او مشکل اساسی را برای جامعه ما خلق کرد تا که مشکل اساسی جامعه ما را حل بکنه. در او قانون اساسی مثلا یک سلسله حقوق شهروندی بسیار عالی و بسیار خوب جا داده شده، اما در پهلوی از او اینا یک سیستم اداری را در او قانون اساسی جا دادن که او اداره به هیچ صورت نمیتونه این حقوق به مرجع عمل قرار بده که او یک سیستمی متمرکز قوی در دست یک فرد و در ارگ بوده باشه. شما ببین این مشکلاتی است که در جامعه مشکل زا شد، قانون اساسی خودش مشکل زا شد، ایوازی از اینکه مشکل حل بکنه مشکل زا شد و اینی مشکلاتی است که من فکر میکنم باعث ناکامی آمریکایی‌ها در اینجا شد و باعث ناکامی خودی دولت‌های خودی افغانستان در اینجا شد. آقای پروفسور، اگر در مورد مسئله جنگ و القاعده و طالبان صحبت بکنیم، آیا به نظر شما برنامه ریزی آمریکا به خاطر مبارزه با القاعده در افغانستان ناقص بود؟ شما ببینید اینا در اینجا اول که آمدن به لحاظ گرفتن یک قصد یا قصور بود که اینا رفتن در آمریکا حمله کردن، آمریکایی‌ها را 3000 نفرشان رو کشتند و تعمیر از بین بردن. این مسائل مسائلی بود که از لحاظ احساساتی برای رئیس جمهور زمانی آمریکا خیلی هم سخت بود و از اون لحاظ اینا آمدن. ببین طالبا رو در ظرف 2 ماه اینا تارمار کردن. القاعده تقریبا خلاص شده بود. القاعده بسیار امیال، اما از القاعده چیزی نمانده، القاعده شکل خود تغییر داد، به نامای دیگه ظهور پیدا کرد. اما این را به خاطر داشته باشین که در دو سه سال اولی که بعد از اینکه امریکایی‌ها به افغانستان آمدن نامی از طالب وجود نداشت، نامی از القاعده و گپا وجود نداشت. چرا؟ ولی از اینکه اونا اول شکست خورده بودن، دومی که انتظار داشتن آل امریکایی‌ها که آمدن با همکارای افغانشان یک حکومتی بهتری را به میان میارن که مردم از اینا خوش خواهد بودن
و مردم از اونا طرفداری خواد کردن، اما این چیزا واقعی نشد. پس آقای پروفسور، منظور شما ای است که یکی از دلایلی که طالبا به یک سادگی و به شکل بسیار سهل اول از صحنه کنار رفتن و بعدتر از او آهسته آهسته بعد از سالهای بعدی ما شاهد شکل‌گیریشان هستیم، ای است که اینا بالکل به حاشیه رفتن و در نظر گرفته نشدن؟ اینا به حاشیه برده شده بودن. اگر ما حکومتی بهتری را در کابل می داشتیم که او ضرورت‌های جامعه ما را میتونست رفع بکنه و وضع افغانستان را بهتر بکنه، طالب دیگه نمیتونست دوباره در صحنه ظهور بکنه. علت ظهور دوباره طالب ناکامی‌های دولت کابل است، بوده و هنوز هم هست. تا که اینا ضعیف‌تر شدن و کاری را که لازم بود نکردن برای جامعه افغانستان و جامعه افغانستان متاثر شد از پالیسی از اینا، اما این تأثیری مثبت نبود، تأثیری کاملا منفی بود و از همون لحاظ بود که طالبا جان گرفتن. طالبا گفتن ما نگفته بودیم که این حکومتی را که امریکایی ها میرن در افغانستان نمیتونه حکومتی سالم بوده باشه، نمیتونه حکومتی بوده باشه که به درد مردم و کشور ما بخوره. شما امو صلح مثلا اینا نتونستن تأمین بکنن، ببینین ما میتونیم صلح بیاریم، ما میتونیم بکنیم. تمامش دروغ است. دروغای هست که بازم البته اونا به تناسب چیزایی که در داخل خود افغانستان دیده میشه و مردم تجربه میکنن با او باید مقایسه شه. اونا میگن مقایسوی ما میتونیم بهتر کار بکنیم برای مردم خود به تناسب حکومتی که در کابل امریکایی ها با قسمی که دیده میشه طرفدار هم دارن. خب البته یک تعدادی از طرفدارایی که اینا دارن طرفدارای اجباری است. اگر ما نتانیم، حکومت افغانستان مثلا نتانه در مناطق حضور خود تایید بکنه و در اونجا حضور داشته باشه و برای مردم خدمت بکنه، البته مردم چاره‌ای ندارن. اگر طالبی که با اسلحه خصوصا از بیرون از طرف پاکستانی ها یا ایرانی ها یا هر کسی دیگه که اینا تقویه میشن و داخل افغانستان میان و در برابر حکومت جنگ میکنن و مناطق تصرف میکنن، دیگه مردمی که اونجا تحت تاثیر طالب است هیچ انتخابی ندارن که اونا از طالب طرفداری نکنن. ما یعنی شرایط ما باید به شکلی مقایسه‌ای ببینیم. شرایط در داخلی جایی که حکومت مثلا تاثیر داشته یا حضور داشته بهبود نیافته، مردم گشنه‌تر شدن، مردم کمتر امنیت دارن، کمتر احساسی راحت میکنن در جامعه خودشان. در اون صورت چی توقع ما میتونیم داشته باشیم از مردم کشور؟ درست. استاد، برگردیم به بحث آغاز حکومت موقت و روزهای اولی که شکل گرفت ایده‌ها. آیا فکر میکنین که در نظر نگرفتن طالبان در موافقتنامه بن و ایجاد دولت موقت یک اشتباه بود؟ در هیچ شکی نیست که در بن باید تا حد امکان کوشش میشد که طالبا در ایسا میگرفتن. اگر اونا ایسا میگرفتن باید یک طرف، باید یک گروه سیاسی ممکن بود که امو فرمولی که در بن به اصطلاح استفاده شد که تقسیم قدرت بود، تقسیم قدرت معنیشی بود که تقسیم وزارتخانه ها، معینیت ها و ریاست ها و دیگه و دیگه، اگر برای از اونا هم یک تعدادی از این کرسی ها داده میشد، احتمال کمی وجود داشت که مشکل به این حد نمی رسید، چون اونا کاملا حاشیه زده شده بودن و حکومتی که ساخته شد حکومت نتانست اما وظایف خود به شکلی که مردم توقع داشتن و امریکایی ها تا از اونها یا غربی ها یا همکارای بین ملیشان توقع داشتن انجام بدن، از اون لحاظ محیط شکلی عیار شد که طالب توانست دوباره وجود خود ظهور بده و قدرت پیدا بکنه و مردم یک تعداد مردم با خود طرف دارد. دقیق، آله که بعد از 17 سال گپ و گفتایی هم در مورد از این وجود داره که اگر انتخابات برگزار نشد، اگر حکومت نتانستی روند مدیریت کنه، باید رهبرها استعفا بدن و یک حکومت موقت ایجاد شوه. و حتی گفتایی وجود داره که در این حکومت موقت خارجی ها هم به این باور هستن که طالبان سهیم شوند و وارد شوند. امی خطی را که در بین 17 سال افتاده استاد، بیش از 10,000 قربانی که افراد ملکی در افغانستان داشتن، در کنار از او سربازانی که هر روز جانشان از دست دادن، مردمی که هر روز کشته شدن،
مسئول نمی کی هست؟ شما ببینید مسئولیت من فکر میکنم بیشترش بالای خود دولت های افغانستان است، حکومت های افغانستان است که در 17 سال گذشته قدرت به دست داشتن و البته کمکی بین المللی را هم با خود داشتن. شما ببینید کسایی که امروز ادعا از این میکنن که ما باید حکومت موقت دیگر بسازیم و طالب بیاریم، این مسائل همینا تمامشان کسایی هستند که در 17 سال گذشته در صد قدرت بود و در بن هم اشتراک داشتن. در بن هم اشتراک داشتن و هم ما هیچ کاری رم کردن نتونستن. اگر احیانا حکومت موقتی دیگه به میان بیاید، ما چی توقع میتونیم داشته باشیم که همین کسایی که امتحان خود به اصطلاح دادن و ناکام هم بودن دوباره بتونن کامیاب شوند؟ اما مسئله مهمتر این است که ما بعقیده ما آمریکایی‌ها خصوصا رژیم دونالد ترامپ در آمریکا به این نتیجه رسیدن که ممکن است راه حل نظامی را نتانن در افغانستان پیدا بکنن و از اولی از اونا در کوشش و تلاشی از این هستن که باید یک راه حل سیاسی پیدا شود و راه حل سیاسی را که اونا فکر میکنم در این مقطع در نظر دارن یک مذاکره با طالب هاست که بتانن طالب ها را به اصطلاح در صحنه بیارن به یک شکلی و برای از اونا در حقیقت قدرتی حکومت افغانستان را به یک شکل و شکل دیگر تسلیم بکنن و اعلان بکنن که ما رای سیاسی یافتیم و رای سیاسی نیست که طالب ها را یک بحث دیگر در اینجا مطرح میشه استاد، به چه هزینه ای راه پیدا خواهد شد در صورتی که هیچ پیش شرطی مشخص نیست، در صورتی که ترس از این هست که دوباره اتفاقات دهه 70 تکرار نشه، قسمی که مردم آرزوی ورود مجاهدین به کابل را میکشید ولی بدتر از او مجاهدین با بی برنامگی تمام کشور را به سوی جنگ های داخلی بردن؟ شما سوال بسیار عالی است خانم فروتن. ببینید من میگم که ممکن است امریکایی ها در صدد راه حل از طریق طالب ها را مطرح بسازن. من طرفدار این موضوع نیست، من فکر نمی کنم شخصا که بتوان راه حل باشه، برای از اینکه اگر اینا احیانا امون فرمول بونه دوباره مطرح بسازن که بیاین 17 سال پیش طالبا شامل دولت نبود، حال شامل دولت میسازیم و یک چند کرسی از حکومت برای از اونا میسپاریم، این راه حل شده نمیتونه. اگر شوه هم من فکر نمی کنم در دراز مدت یک مشکلی کشور ما را حل کرده بتونه. مشکل در اینجاست که 17 سال است اینا میخوان با اقلا 15 سال یا 14 سال است که میخوان با طالبان مذاکره بکنن و از طریق مذاکره مشکل افغانستان حل بکنن. اما تا به امروز ما یک چیزی را نشنیدیم از این کسایی که میخوان با طالب مذاکره بکنن روی چی مذاکره خواهد کردن. تنها چیزی که در میز است مسئله بن است، فرمولی بن است، تقسیم قدرت، تقسیم کابینه. اینا من میگم این راه حل نیست، راه حل نبوده، راه حل نیست. اگر میخوان با طالب واقعا راه حل روی یک چیز مذاکره بکنن، او مسئله بسیار عمده هست که باید قانون اساسی تعدیل شود، نه به شکل طالبا میخوان، ما به شکلی که ما حقوقی که در قانون اساسی جا داده شده بالخصوص در برابر خانم ها، در برابر کسایی که ملیت ها با زبان های دیگه حرف میزنن، این حقوق باید، حقوق شهروندی همش باید حفظ شود. تنها چیزی که باید تعدیل شود طرز اداره افغانستان است که ما باید این اداره نابکاری متمرکز قوی فرد محور او کنار بگذاریم و با طالبا بگیم بیاین ما باید اصلی اداره محل توسط خود مردم محل در کشورمان در قانون اساسی بگنجانیم. اگر شما طرفدار دارین در هر جایی کشور شما بتونین که به ایسی ولسوال کاندید بکنین خود انتخاب شوین، به ایسی والی کاندید بکنین خود انتخاب شوین، در شوراهای ولسوالی ها خود کاندید بکنین انتخاب شوین، در شوراهای ولایتی انتخاب کنین کاندید باشین انتخاب شوین، در شورای ملی شما کاندید شوین انتخاب شوین و اداره محلات خودتان در هر جایی که شما حق انتخاب شدن دارین و انتخاب میشین او اداره امو محل به دست شما میباشه. در مورد همین مسئله منازعات بر سر تقسیم قدرت در افغانستان آقای پروفسور، ما میخوایم پرسان کنم آنچنانی که در یک مقاله شما من اند مطالعه کردم، از عصر عبدالرحمن به این طرف در افغانستان درگیری به خاطر تقسیم قدرت در بین یک تعداد گروه های مشخص در بین اقوام مختلف وجود دارد. چه چیز باعث شده که صحبت شما بعد از مصرف تریلیون ها هنوز هم این منازعه به پایان نمیرسه و هنوز هم در آخر روز قدرت درگیر افراد هست؟ خب سوال شما خودش جوابی خود هم در قد پیشکش میکنه و این هسته که ما
در یک فرهنگ سیاسی کاملا فرد محور زندگی میکنیم. افراد مطرح هستند. عبدالرحمن خان مطرح بود، بعد از او به شکل ایراسی بچه‌هاش مطرح شد، بعد از او نادرخان مطرح بود، برادرهایش و برادرزاده‌هایش و بچه‌اش مطرح بودن و همون قسم دوام کرده تا به امروز. افرادی که امروز در قدرت هستند ولو در احزاب هم بوده باشند، احزابشان احزابی شده که فرد محور است و بچه‌هایشان به ارث میبرند یا باید به ارث ببرند. این توقع همی است. از اون لحاظ ما میگیم که وقتی که همه چیز روی افراد مطرح بوده باشه، ما میگیم که باید از اصل فرد محوری ما روی فکر محوری خود بگذرانیم، روی اهداف، روی ارزش ها، روی اصول. ما باید از امول ازم بود که من براتون گفتم که ما باید اصلی اداره محل توسط خود مردم محل به ایسی طرزی اداره در قانون اساسی خود بگنجانیم. برای اینکه یک اصل است. شما اگر طرفداری اصلی چی نیستین، مثلا اداره محل توسط خود مردم محل، بیاین روش بحث بکنیم. اگر ما روی این فکر بحث بکنیم، این فکر یک فکر بهتر میشه، یک فکر برتر میشه، یک فکری که کاراتر میشه. اما ما روی افراد اگر گپ بزنیم، ما به هیچ نتیجه به جز جنگ و خشونت و بدگویی هم دیگر چیزی که پیدا نمیکنیم. ما میگیم اگر ما بتونیم روی اصول، روی ارزش ها، روی ساختارها، روی تشکیلات حرف بزنیم و بحث بکنیم و نظرهای خود بتیم، ما میتونیم یک شکل بهتری اداره را به میان بریم که از او تمام کشور ما بتونه استفاده مثبت بکنه. ما اینمی اصله. ما باید از این اصلی فرد محوری در فرهنگ سیاسی خود دور شویم. تمام افرادی که در قدرت میرسن که چنین چیزی در این سالها صورت نگرفته، هیچ صورت نگرفته. هر کس، هر قانون اساسی رو که شما ببینین برای کشور ساخته نشد، برای فردی ساخته شد که او قانون اساسی را در امو وقت میخواست طرح بکنه. شما هر کدامشان و منظورشان هم اینه که باید تمام قدرت در دست یک فرد بوده باشه. شما ببینین در یک کشوری که تمامی امو پستای کلیدی توسط یک فرد با امضای یک فرد مقرر میشن، یا برشان ترفیع داده میشه یا طرد میشن، و او را به اساس چی میکنن؟ به اساس خیش، قومی و فامیل، دوستی یا فروشی پوستا در بدل پول. این مشکلی اساسی فرهنگ سیاسی افغانستان ماست متاسفانه. شهرانی صحبت کنیم در مورد افرادگرایی و چیزی که زمزمیش در همه جا از ترویج افرادگرایی در افغانستان امروزه. وقتی که از افرادگرایی یاد میکنیم، تنها مواجه با کلمه به نام طالبان نیستیم. امکان داره اگر افرادگرا در خانه هر شب تلویزیون ببینه، موسیقی بشنوه، دانشگاه بره. چرا بعد از 17 سال سرمایه گذاری، 17 سال آمدن یک دهه جدید، امروزه به شکل جدیترش با این پدیده افغانستان روبرو هست؟ بازم برمیگردیم به وعده هایی که سپرده شده بود 17 سال قبل، که این کشور از یک سیستم دموکراتیک انشالله یعنی صاحب خواهد شدن، فقر کم خواهد شد، مردم از مشکلات و یعنی چالش هایی که در 30 سال پیشتر از او روبرو بودن از او خلاص خواهد شدن. اما هیچ کدام این وعده ها وفا با هیچ کدامی از این وعده ها وفا نشد، و کسایی که وعده را داده بودن خارجی ها با همکارای داخلیشان بودن. مردم دیدن که شما اگر هر روز یک چیزایی را میشنوین، چیزای مثبت، اما میبینین که عمل کاملا ضدی از اوست. در زندگی روزمره شما، چی در فامیل بوده باشه، چی در بازار باشه، چی در دفاتر بوده باشه، بالاخره چی نتیجه گیری میکنین؟ که همه این چیزها حرف است، هیچ کس به این چیز عقیده نداره، هیچ کس به این چیز ایمان نداره، هیچ کس به این چیز وفا نمیکنه. دیگه از اون لحاظ شما همه چیز باید به دست خودتان بگیرید. او چیزی را که باید شوه باید خودتان بکنید. ما میگیم به یک نوسازی فرهنگ سیاسی کشورمان ضرورت داریم. فرهنگ سیاسی ساخته و بافته تاریخ است. اعمالی کسایی هست که در کادر رهبری کشور نقش داشتند. و البته فامیل بیرون از این نیست. ما در فامیل خودم این مشکلات داریم. مردسالاری و زورگویی و هر چیز دیگری شما که به اساسات ارزش‌های منفی فکر بکنین در جامعه وجود داشته.
ما باید اینا رو نوآوری بکنیم و بر نوآوری از یک سیستمی معارفی تازه کار داره و یک سیستمی یعنی کلان کردن اطفال ضرورت است که ما چطور در تربیه اطفال خود نوآوری بکنیم. که سیستم در این 17 سال به نظرتان چقدر جدی گرفته شده؟ هیچ یکی از این مسائل عمده‌ای را که فرهنگ سیاسی ما را یک شکلی بهتر بوده هیچ کاری نشده. ولی با وجود از اینکه حالا نیمی از کودکان افغانستان مثلا درس نمیخوانن استاد. خب شما ببینید یک مشکلی اساسی که در امریکایی‌ها متاسفانه اینجا مرتکب شدن و به میان آوردن همین بود که میخواستن هر چیز زودتر تمام اطفال در مکتب بوده باشه. اما در چه رقم مکتب بوده باشه؟ مکتبی که نه چی داشت، تعمیر داشت، مکتبی که نه کتاب داشت، مکتبی که بود نه معلم داشت، هیچ چیز. اما میگفتن ما 1 میلیون اطفال در مکتب شامل کردیم. این کاری نادرست بود. ما باید آهسته آهسته اول باید کادری تحصیلات عالی خود را تقویت میکردیم. اول باید ما استاد تربیت میکردیم برای دانشگاه های خود و به دارالمعلمین های خود. بعد از او آهسته آهسته ما باید کتابی درسی تولید میکردیم و در این حال بناهای مکتبا را آباد میکردیم و آهسته آهسته ما مکتبی میداشتیم که در او تحصیل وجود داشت، تعلیم وجود داشت، نه تنها به نامی از اینکه شما 2.5 ساعت در روز یک طفل در یک مکتب روان میکنین، در او هیچ چیزی به نام دانش وجود نداره. چی توقع دارین که در آخر چی رقم یک طفلی به شما به جامعه پیشکش میکنین؟ بستری که در خود اجتماع شکل میگیره و یک جوان مواجه میکنه با چیزی به نام بحران هویت و او باعث از این میشه که او به طرف افراطیت بره و حتی تن به این بته که خودش در یک حمله حراس افگنانه از بین ببره و بره به بهشت. بله شما ببینید واقعا یعنی تعلیم و تربیه اطفال در این جامعه یکی از اساسات بسیار عمده است اگر ما میخواییم جامعه خود به سوی یک تحول مثبت ببریم. ای کارا در سطح مکتب نشده، در سطح فامیل نشده. بله بحرانی هویت هم از چی به میان میایه؟ از این که از هویت هایی که در جامعه وجود داره از همه سوء استفاده شده، به شکل ابزاری افراد اشخاصی سوء استفاده کردن و نتیجه چی بوده که شما افرادی جامعه را در حقیقت گذاشتین به حال خودشان و به هیچ چیزی هم دسترس ندارن و بالاخره همین زندگی بی معنا میشه. وقتی که زندگی بی معنا باشه چی کسی میخواد حیات باشه؟ و اونمو مقطعی است که یک تعداد کسی حاضر هستن برن خود در حالت انتحار و بایسی یک وسیله انتحار قرار بدن و دیگرها را هم نابود بسازن. این مشکل جامعه ما مشکلی کاملا مغلق است، پیچیده است، چند جانبه است. یک قسمتی زیادی از اینا به سیاست ربط میگیره که ما میگیم در جامعه که سیستم سیاسیشون یک سیستمی سالم نبوده باشه اونا نمیتونن جامعه خود به طرف ثروتمندی، به طرف صلح، به طرف بهبودی وضع زندگی مردم چی بتن اصلاح ببرن. این مشکل ما در افغانستان اتو فکر میکنیم خیلی ما هیچ چیزی نداریم، ثروت طبیعی نداریم. کشورها ثروت طبیعی بسیار کمی داشتن اما با سیستم های بهتری سیاسی توانستن خود بسیار ثروتمند بسازن. آقای پروفسور محمد نظیف شهرانی تشکر از فرصتی که به ما دادیم. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. تشکر از لطف. بحث بسیار خوب بود.